سرخط خبرها تظاهرات معلمان در سراسر افغانستان علیه طالبان به خاطر مکاتب دوباره آغاز شد. ادعاهای تازه امرالله صالح در مورد انتقام‌جویی طالبان در جبل‌سراج از مردم ملکی که شوکه خواهد شد. کشته شدن ملا قدرت‌الله پکتیاوال قماندان قطعه سرخ خونخوار که توسط جبهه مقاومت شکار شد. خیانت تازه طالبان به پرچم سه‌رنگ افغانستان که باورتان نخواهد شد. اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری در افغانستان افتتاح شد. عملکرد ضعیف طالبان و دلسردی کمک کنندگان. اما چرا موضوع بی نهایت مهم. سلام و کانالم خوش آمدید. تجمع شماری از زنان و معلمان در کابل در اعتراض و بسته ماندن مکاتب دخترانه. شماری از معلمان و فعالان مدنی زن که خود را عضو جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی می‌نامند مقابل مکتب دخترانه سید الشهدا در شهر غرب کابل تجمع کرده اند و نسبت به بسته ماندن مکاتب دخترانه و روی دختران بالاتر از سنف ششم اعتراض کرده اند. مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل در 18 ماه سار سال گذشته خورشیدی شاهد یک رویداد مرگبار تروریستی بود که در آن دست کم 90 تن جان خود را از دست دادند و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. این زنان با تجمع مقابل این مکتب که به گفته آنها یادآور کسانی است که در راه علم و دانش آموزی جان خود را از دست دادند، نسبت به تصمیم امارات اسلامی طالبان برای بسته نگه داشتن مکاتب دخترانه اعتراض کردند. وزارت معارف امارات اسلامی طالبان علی‌رغم وعده‌های پیشین خود را در اولین ساعت شروع سال تحصیلی در سوم حمل با صدور اطلاعیه فوری مجدداً دختران بالاتر از سنف ششم را از ادامه تحصیل منع کردند که با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شد. خبر بعدی و مهم، امرالله صالح میگوید که طالبان در تلافی حمله به مواضعشان آزار مردم را در جبل‌سراج شروع کردند. معاون نخست پیشین و فراری از افغانستان میگوید که افراد طالبان در تلافی حمله به مواضعشان در جبل‌سراج ولایت پروان هم اکنون اذیت و آزار مردم را در این مناطق شروع کردند. آقای صالح در یادداشت در صفحه فیسبوکیش امروز جمعه 12 حمل به نقل از منابع مردمی نوشته است که حوالی ساعت 8:30 شب گذشته بر قراول مرکز اصلی طالبان در پشته سرخ ولسوالی جبل سراج و منطقه میانگذر حمله صورت گرفت و شماری از افراد طالبان کشته شده است. وی گفته که به دنبال آن یک گروه از افراد طالبان از کابل و بگرام و این منطقه اعزام شدند و در تلافی این حمله دست به آزار و اذیت مردم در بازار و راه مسجد زدند. طالبان تا اکنون در این خصوص اظهار نظری نکردند. صالح می‌افزاید که طالبان از تاکتیک های بدتر از اسرائیلی‌ها در افغانستان به کار می‌گیرند. خبر بعدی، پرچم امارات اسلامی جایگزین بزرگترین پرچم جمهوریت در کابل شد. طالبان طی مراسم بزرگترین پرچم خود را جایگزین بزرگترین پرچم جمهوریت بر فراز تپه وزیر محمد اکبر خان در قلب استاد برهان الدین ربانی اعتراض درآوردند. ملا عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان که مسئولیت برافراشتن این پرچم را بر عهده داشت گفت که پرچم امارات اسلامی مزین به کلمه توحید است و متعلق به هیچ قوم و جناح خاصی نباشد، بلکه متعلق به تمام مردم افغانستان باشد و از تمام اقوام و اقشار افغانستان نمایندگی میکند. او همچنین در این مراسم گفت مبارزات مردم افغانستان در عرصه های نظامی و سیاسی به نتیجه رسید و اکنون نوبت رزم و پیکار برای رشد اقتصاد و رسیدن به خودکفایی است. لازم به ذکر است که بزرگترین پرچم جمهوریت با طول 68 متر و عرض 30 متر و با ارتفاع 85 متر با فراز تپه وزیر محمد اکبر خان در شهر کابل توسط حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و با کمک مالی هندوستان در سال 1393 نصب گردیده بود. اکنون می‌پردازیم به دستاوردهای تازه جبهه مقاومت. ملا قدرت‌الله پکتیاوال معاون فرمانده قطعه سرخ طالبان با 17 تن از افرادش دیشب طی عملیات چریکی از سوی نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در ولسوالی جبل‌سراج ولایت پروان کشته شد. تعداد هم اسیر شدند و اکنون نیز در پنشیر جنگ شدید جریان دارد. منبع این خبر رزمندگان جبهه مقاومت در خط نبرد. این در حالی هست که تصویر را که می‌بینید چند قبل در ارزان قیمت این شخص که نامش به همگی معلوم است در 2016 توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود و دوباره توسط اشرف غنی و تیمش آزاد شده بود. بله درست فهمیدید، او سراج الدین حقانی وزیر داخلی کشور می باشد.
خبر بعدی، اتحادیه شرکت های تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان افتتاح شد. دکتر عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد امارات اسلامی طالبان، میگوید که اتحادیه شرکت های تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان افتتاح شد. آقای نظری گفته است که در این اتحادیه نزدیک به 1000 شرکت تجارتی و سرمایه گذاری از 34 ولایت کشور حضور دارند. و افزوده است که هدف از ایجاد این اتحادیه تلاش برای ایجاد اشتغال، فقر زدایی و مهار بیکاری می باشد. دکتر نظری علاوه کرده است که امارات اسلامی آماده هر نوع همکاری با سرمایه گذاران می باشد. پس از سقوط دولت پیشین و روی کار آمدن مجدد طالبان و با تعقیب آن تعلیق کمک های جامعه جهانی و اختلال در داد و ستد های تجارتی، افغانستان هم اکنون با بحران اقتصادی سخت مواجه است. خبر بعدی، عملکرد ضعیف طالبان و دلسردی کمک کنندگان. تنها نیمی از مبلغ درخواستی سازمان ملل متحد جمع شد. یک کنفرانس بین‌المللی که برای جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان میزبانی سازمان ملل متحد، آلمان، انگلیس و قطر روز گذشته برگزار شد، توانست تنها نیمی از مبلغی را که سازمان ملل انتظار داشت را جمع‌آوری کند و دست آمد. سازمان ملل متحد پیش از برگزاری این کنفرانس اعلام کرده بود که برای کمک و جلوگیری از بحران در افغانستان و 4.4 میلیارد دلار برای سال 2022 نیاز دارند، که اما در این نشست توانست تنها 2.4 میلیارد دلار جمع‌آوری کند. درخواست 4.4 میلیارد دلاری سازمان ملل برای کمک رسانی به افغانستان در یک سال به گفته کارشناسان بزرگترین عملیات امداد رسانی این سازمان برای یک کشور در طول تاریخ می باشد. گفته می شود که عملکرد ضعیف طالبان در قبال تعهداتشان نسبت به جامعه جهانی و مردم افغانستان و شمول بسته نگه داشتن مکاتب دخترانه یکی از عواملی بوده که کشورهای کمک کننده از خود دلسردی در جمع‌آوری کمک نشان دادند. در این نشست انگلیس 357 میلیون دلار، آلمان 221 میلیون دلار، آمریکا 204 میلیون دلار، اتحادیه اروپا 128 میلیون دلار و قطر نیز 25 میلیون دلار متحد شدند. تمام این کشورها همچنین اعلام کردند که این کمک‌ها به دست طالبان نخواهد افتاد. آنتونیو گوترش دبیر سازمان ملل متحد در سخنان ضمن اعتراض شدید نسبت به بسته ماندن مکاتب دخترانه توسط طالبان اعلام و اینکه حدود 95% مردم افغانستان دسترسی به غذای کافی ندارند و 9 میلیون نفر نیز در معرض خطر قحطی قرار دارند، گفت که کشورهای کمک کننده نباید مردم افغانستان را در چنین شرایط تنها رها کنند.